یهودیان اورشلیم کاهنان و لاویان را نزد او فرستادند. تو کیستی؟ او از جواب دادن خودداری نکرد، بلکه به طور واضح اعتراف نموده گفت: من مسیح نیستم. پس تو کی هستی؟ پس آیا تو الیاس هستی؟ نه نیستم. تو نبی موعود هستی؟ خیر. پس به ما بگو تو کیستی؟ ما باید به فرستندگان خود جواب بدیم. درباره خودت چه میگویی؟ یحیی از زبان اشعیای نبی پاسخ داده گفت: من صدای ندا کننده هستم که در بیابان فریاد میزند راه خداوند را راست گردانید. این قاصدان که از طرف فریسیان فرستاده شده بودند سپس از یحیی پرسیدند: اگر تو نه مسیح هستی و نه الیاس و نه آن نبی موعود، پس چرا تعمید می دهی؟ من با آب تعمید می دهم، اما کسی در میان شما ایستاده که شما او را نمی شناسید. او بعد از من می آید و من حتی شایسته آن نیستم که بند کفش‌هایش را باز کنم. تمام این ماجرا در بیت انیا اتفاق افتاد، یعنی در آن طرف رود اردن، در جایی که یحیی مردم را تعمید می‌داد. روز بعد یحیی عیسی را دید که به طرف او می آید. این از آن بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. این از آن کسی که درباره‌اش گفتم که بعد از من مردی می آید که بر من تقدم و برتری دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشته است. من او را نمی شناختم، اما آمدم تا با آب تعمید دهم و به این وسیله او را به قوم اسرائیل بشناسانم. یحیی شهادت خود را اینطور ادامه داد: من روح خدا را دیدم که به صورت کبوتری از آسمان آمد و بر او قرار گرفت. من هنوز او را نمی شناختم، اما کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفته بود: هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد، بدان او همون کسی است که به روح القدس تعمید می دهد. من این را دیدم و شهادت می دهم که او پسر خداست.